جلسه قصد داریم ضابطه برای تابع احتمال فضای احتمال کلاسی معرفی کنیم. جلسه قبلی تابع احتمال رو معرفی کردیم و یه مروری با هم داشتیم در واقع به عنوان یادآوری، که این جلسه سعی میکنیم به بررسی تابع احتمال فضای کلاسیک در حقیقت در واقع بپردازیم. برای این کار من این کار رو طی دو مرحله انجام میدم. در واقع میخوام ضابطه ای در واقع برای تابع احتمال هم میخوام پیدا بکنم. در واقع خود تابع احتمال دامنه و هم دامنش همیشه یک سال هست. ما کاری که انجام میدیم در واقع اغلب اوقات ما این پیدا کردن این ضابطه هست که در واقع کم فنی تره. خب این کار رو طی دو مرحله انجام میدیم. مرحله اول در واقع تعیین احتمال اتم ها در واقع تعیین احتمال کلی پیش آمد. خب بریم مرحله اول رو در حقیقت انجام بدیم، اینکه مرحله در حقیقت اول به این صورت هست که در واقع میدونیم که امگا اینمون هست همون امگا یک، امگا دو تا امگا این که فضای کلاسیک. ما قصد داریم احتمال در حقیقت پی امگا آی ها را حساب بکنیم که آی هست یک دو تا ما یه قراردادی اینجا انجام میدیم. قرارداد برای راحتی کارمون، ما مجموعه آی ها رو به صورت اومگا آی می‌نویسیم. اما بریم در واقع کارمون ادامه بدیم. ما میدونیم که احتمال اومگا این که همون فضای نمونمون باشه یک، تکرار حالت که خوندیم، و این را میتونیم به صورت اتم همون بازنویسی بکنیم که پیشامدهای مجزا هستن. پس اینها را میتونیم به صورت جمع بنویسیم. خب که تعداد اینها انت هستن و هر کدوم از اینها را میتونیم متساوی الاحتمال در نظریم، چون مزیتی نداره که نخواهیم متساوی الاحتمال را پی قرار بدیم. اگر هر کدوم از اینها را پی برابر با پی قرار بدیم، پس این میشه پی این، پس یک برابر است با پی این و ما پی رو میخواییم به دست بیاریم، پی میشه یک این. پس به عنوان نتیجه یه مرحله اول، نتیجه میتونیم بگیم که اسم را من هم یاد آوری میکنم چون که حالا ایده هاش بعدن به کارمون. خب پی پس به عنوان نتیجه من میتونم بگم پی اومگا آی برابر است با یک اینون، در صورتی که آیمون هست یک دو تا این. یه تحت عنوان یه تذکر بنویسم، این که تذکر چون در حقیقت اومگا آی ها مزیتی نسبت به هم ندارند، پس آنها را همشانس
گرفتیم. خب اما مرحله دوم به چه صورت هست؟ در واقع فرض کنید در واقع یه پیش آمدی داریم که توی مجموعه FN من هست، چون در واقع در پیش آمدی کلاسی که حرف زنیم این نمادشو میده که سایزش هست، یعنی کار تا اتم داره. پس من میتونم بگم که A به صورت یک مجموعه I یک اومیگا آی دو تا اومیگا آی کا هست. حالا ما چیزی که به دنبالش هستیم حاصل احتمال پی آی که این چند میشه، به این صورت عمل میکنیم. ما پی آ را با توجه به اعضاش لیست میکنیم که پیش آمدهای مجزا هستن اتم ها. در واقع اتم ها را میدونیم به دست آوردیم هر کدوم احتمالش چند هست و این را هم شماسه کارمون که برم هست با نتیجه. پس به عنوان نتیجه من میتونم بگم که به ازای هر آی که توی FN مون باشه میتونیم بگیم که پی آ از اندازه آ به در واقع فضای نمونه.